ما هم دیگر جای نداریم، پول نداریم. من 7 سال 8 سال من این خانه رو درست کردم با زحمت خودم، با کشاورزی، با همه. الان آواره شده، پای زندگیشون همچنان تو گل مونده. یکشون 2 سالشه، یکشون هم 9 ماهشه. چادر هلال احمر هم گیره من نیومدیم. از شبا سرده، بچه هم شیرخوره. بیش از 3 هفته از جاری شدن سیل در استان لرستان میگذره، اما هنوزم مردم این منطقه منتظرن تا شاید مسئولین به کمکشون بیان. خودی رتیم، باور کن زندگی 60 سال من رتیم، 5 نفریم، 5. یه مسئول نمیاد که مثلا بررسی بکنه ببینم آقا او دارید، بر دارید، چیه تو امام مردم؟ با دسترنج کارگری خشت به خشت سقفی ساخته بودن تا مکان امن و آرومی باشه برای زندگیشون که حالا روزهاست زیر گل فرو رفته. با کارگری، با بدبختی، بدون وام، بدون هیچ کمکی که بخواد مثلا دولتی یا وامی، هیچ، همش با کارگری ساختمش. یه شب هم نبودم توش. روز 12 فروردین با خاک یکسانش کرد. به گفته استاندار لرستان، در این سیل بیش از 18 شهر و 1200 روستا درگیر سیلاب شدن و هزاران کیلومتر راه روستایی و شهری از بین رفت و 35 هزار خانوار آواره. حتی این جاده همونم خوب نیست. اگه یکی مریض بشه، پس نمیتونه مثلا مریضشو ببره، تا ببره میمیره. مشکلی که با وجود کمک‌های کم نظیر مردمی، مثل 200 تن کالایی که مردم بولجر برای سیل زده های این منطقه فرستادن هم حل نشد، و نه تنها بزرگترها که دامن کوچکترها رو هم گرفت. این مردم امروز هیچ کسی نه خونه براش مونده، نه اساسی. حتی من خودم بچه دارم کلاس دومه، کیف و کتاب و لباس مدرسه همه چیزاش هم به خدا برده. ما فقط با این لباسا ترمون از خونه بیرون اومدیم. همه چی هم از بین رفت، حتی کتاب و دفتر مخشو بچه‌مون هم از بین رفت. در این سیل خروجی آب رودخونه خرم‌آباد از 400 متر مکعب بر ثانیه به 700 متر مکعب و در رودخونه تیر درود از 380 متر مکعب بر ثانیه به 550 متر مکعب رسید. ولی بخش عمده این خسارت‌ها و تخریب‌ها به وجود نمی‌آمد اگر با تدوین طرح جامع سیلاب و مناسب‌سازی اطراف رودها، ساخت و ساز در حریم رودخونه‌ها انجام نمی‌شد. یک دوران خوش‌سیلی که اومد و رفت، بعد مردم میان همینا رو میندازن خونه، دیگه نمیدونن چه عاقبتی به سرشون میاد. ساخت و سازهای بی‌قاعده و غیر اصولی که اتفاقا گروهی بعضی از سازمانها رو عامل اون میدونن. تو محدوده آب شهرداری مجوز داده که به مردم خونه درست کنن، باید تو فکر این باشه که هزینه‌شون رو بده. مردمی که چیزی نمیخوان جز اجرای قانون اساسی. واقعا تو الان خود نساجون ایجاد تحصیلات رایگان مناسب حق هر فرد ایرانی است. اگر بتونن همون قانون اساسی رو رعایت کنن ما دیگه مشکلی نداریم. اما رئیس جمهورم در دیداری که 3 روز پیش از این استان داشت، به جای حرف زدن از مدیریت بحران و مسئولیت دولت در مهار سیلاب ها، از نعمت هایی که این آب با خودش میاره گفت. حالا امسال هم به یک تعبیری سال پرنعمت و پرزحمتی هست. اولا نعمت خداوند امسال نعمت بسیار بالایی است که خداوند به ما داده. مردم منطقه اما که فرش آرامششون به گل نشسته، از مسئولین کشوری به جای شعار توقع کمک داشتن که اونم تا حالا بی نتیجه مونده. دماتی مردم خیلی خوب بودن، واقعا بغض آدم رو میگرفت، واقعا آدم گریش میگرفت، خیلی کمک کردن. ولی از لحاظ دولتی که هیچی با ما ندادن. دولت کجا بود؟ فقط اومدن اینجا یه عکس فیلم میگرفتن. باشه میایم حتما بهتون سر میزن. رفتن که رفتن. بدیا مصور، اتاق خبر.